همکارم مهران عباسیان از کیف اوکراین با ما همراهی میکنه. دقیقا در زمانی که درگیری ها در ماریوپول شدت گرفته، مهران، سازمان ملل خواستار توقف جنگ شده. الان وضعیت ماریوپول به چه صورت است؟ پریسا، 48 ساعت گذشته بود که سازمان ملل از دو طرف روسیه و اوکراینی ها خواست آتش بس 4 روزه اعلام کنن برای خروج غیر نظامی ها در منطقه دونباس و ماریوپول. روز گذشته یک کریدور بشردوستانه در ماریوپول ایجاد شد. به گفته مقامات اوکراینی 8000 نفر تونستن خارج بشن، اما باز هم تکرار مکررات شد. هر دو طرف هم دیگر رو به نقض قوانینی که وصف کرده بودن برای خروج غیر نظامی ها متهم کردن. نیروهای اوکراینی میگن زمانی که این غیر نظامی ها از این کریدورهای بشردوستانه دارن خارج میشن، نیروهای روسیه بازدید برای اونها میذاره و گاهن اونها رو مورد هدف اسلحه‌های خودشون قرار میدن و نیروهای روسیه میگن استفاده میکنه اوکراین از این کریدورهای بشردوستانه برای ارسال نیروهای خودش به داخل شهرهای درگیر، مخصوصا ماریوپول. خب اکثر مناطق شهر بندری ماریوپول به دست نیروهای روسیه افتاده، اما همچنان در بعضی از قسمت‌ها نیروهای اوکراینی حضور دارن، مخصوصا داوطلبینی که برای این جنگ به کمک نیروهای اوکراینی اومدن، چه در داخل اوکراین چه از کشورهای دیگه. برای همین دفتر حقوق بشری سازمان ملل هشدار داد در این رابطه و گفت شواهدی در دست داره که هر دو طرف روسیه و اوکراین در شهر ماریوپول دارن خطای جنایت جنگی مرتکب میشن و باید به نیروهاشون هر دو طرف بگن که قوانین بین الملل رو رعایت کنن. اما به جز ماریوپول فراتر داره میره، به منطقه جنوب غربی داره میره، به شهر اودسا. درگیری ها در 48 ساعت گذشته چندین حمله موشکی به شهر اودسا شده. یک فرمانده نظامی روسی گفته بود که قصد روسیه فقط ماریوپول نیست، بلکه میخواد اودسا رو بگیره و بعد از اودسا به کشور مولداوی برسه، چون مولداوی رو خاک روسیه توصیف کرد و این موجب هشدار مولداوی شد و سفیر روسیه رو در مولداوی احضار کرد و اخطار داد که این یعنی که مولداوی هم در این جنگ شریکه. از توضیحاتت ممنونم همکارم مهران عباسیان که از کیف اوکراین با ما همراهی می‌کردید.